سلام دوستان، امیدوارم خیلی خوب و پرسود باشیم. میریم برای تحلیل اتریوم، در حقیقت برای پوزیشن اتریوم. البته تو گروه تلگرام زمانی که این بالا بود زدم بیس روزانه است و میتونیم پوزیشن شورت بگیریم. خب ما یک پوزیشن شورتی که با اتریوم گرفتیم، یکی از اینجا گرفتیم، اینجا بستیم، خب اینو شکست. ما این تیکر رو نگرفتیم، خب این پول بکش هم نگرفتیم چون روند رو نزولی میدیدیم. و خب اینجا تو این محدوده هم همچین مثلثی رو کشیدیم، گفتم هر وقت کف اینو شکون با یک کندل خوب تو پول بک شورت بگیم که اینم پول بکش هستش. این تایم فریم 15 دقیقه ما کار میکنیم برای پوزیشن گرفتن دیگه. تیم وقتی با یک کندل خوب شکست، با پول بکش پوزیشن شورت میگیریم و تا اینجا هم اومده، تا این همه حمایتی که ما گفتیم اومده. خب الان هم میبینیم که همونطور که واسه بیت کوین هم گفته بودیم، گفتیم یه سی پی درست میکنه، یک اسپایک و یک محدوده هم اینجا داره. الان خب تقریبا توی دیگه بکنیمش محدوده رو چی میتونین اینجا برای پوزیشن شورت میتونین همیشه یه تریگر ورود اینطوری بگیرین. یعنی چی؟ یعنی که اگر اومد اینجا رو با قدرت شکوند، این کف رو با قدرت شکوند، تو پولکش بگیریم برای پایین. وقتی میگیم پوزیشن شورت بگیریم، هم میتونیم کسایی که خیلی مثلا دوست دارن ریسک کنن، میتونن تو این محدوده های بالا اینجا شورت بگیرن، یا اینکه میتونن تریگر ورود بگیرن، تریگر ورود این شکلی بگیرن که خیالشون راحت باشه. اینجا معادلی است که ممکنه استاپت بخوره، بازار معلوم نیست، یا از اینجا گول نمیکنه میره بالا. ولی خب اگه کسی میخواد معامله کنه، بهتره که تریگر ورود بگیره. من خودم یه حجم اینجا وارد میکنم، مثلا یه حجم هم میذارم اینجا، استاپم مثلا گذاشتم این پشت اینجا، و اگر این حجممو برنداره اینو بریزه، این تریگر ورود بده، حجم دوممو اینجا موقع مطمئن بودن وارد میکنم. خب میریم تو تایم 4 ساعته، میریم تو تایم 4 ساعته اتریوم هم در حقیقت اینو اگه دیگه پاک کنیم ببینیم به کجا هستیم. اینجا ما یک در حقیقت سناریو داریم، اینجا یک مقاومت هستش، یک خط روند این شکلی داریم که حالا اینو میتونیم بگیم یه خورده ادوایی هم در آورده که من دارم میشکنم و میخوام برم بالا، احتمال هم داره که بشکنم. مثل بیت کوین دقیقاً موقعیتش مثل موقعیت بیت کوین تو مقاومت در حقیقت استاتیک و داینامیکش هستش. و کندل 4 ساعتش هم می‌بینیم، کندل 4 ساعته خیلی قشنگی باز نزده مثل بیت کوین، یعنی دوجی هست، ولی خب شادو پایینش خیلی بلنده و نشون میده که اینجا سری خریدارها بودن و احتمال داره چند تا کندل 4 ساعته تو ما اینجا ببندیم همیشه حتی اگه بخواد اصلاح کنه. چیزی که اینجا واسه ما تو اتریوم خیلی مهمه تو تایم فریم روزانه هست. در حقیقت تو تایم فریم روزانه خب میبینیم که یک روند نزولی رو شروع کرده و هر این شادوهای این زیر خورده منو اذیت میکنه. چرا؟ چون هر چی ریخته خواستن بخرنش، یعنی این توی پرقدرت مثل اینا نریخته. درسته حجم داخل بازار است به خاطر RSI، ولی خب اونطوری که ما میخوایم نریخته، یعنی کندلا خیلی پرقدرت نیستن. ما این در حقیقت چیزم داریم اینجا، واگرایم بین این دو نقطه داریم واسه تو تایم روزانه که دوست داریم بیاد مثلا تا اینجا بیاد RSI پایین واگرایی رو بین بره، پس بیشتر احتمال میدیم رو به پایین باشه. الان اینجا ما در حقیقت اگه حتی اینو در حقیقت کمرنگش هم کنیم، میگیم کمرنگش میکنیم، میگیم اینجا یک حمایت بوده که رفته بالاش، پول بک رفته بالاش، اینجا دوباره خواسته حمایت شده، اینجا وقتی این حمایت شکسته شده این گل شده، دوباره برگشته بالاش، اینجا بالاش بوده، اینجا شکونده و اینجا داره پول بک میزنه بهش. و چیز مهمتر از دیگه ای که از این داریم بجز این حمایت شکست شده، ما این کندل رو داریم تو تایم فریم روزانه، این بیس روزانه است. ما چی میگیم؟ میگیم دراپ بیس دراپ، درسته؟ اینجا بیس این هستش، یعنی دراپ بیس دراپ. اینجا تحقیقت برگشت پول بک زده به این بیس و میتونه دراپ کنه دوباره. و پس ما اینجا با استاپ من 1600 این خط رو گرفتم، 1685 استاپم، برای اینکه بالای این کندل روزانه است که بخواد بالای اینو بزنه دیگه در حقیقت واسه من روند عوض شده. میبینید که اینجا هم اینطوریه. پس اتریوم هم میتونیم از همینجاها پوزیشن شورت بگیریم. من اینا رو اصلا یه تایم فریم 4 ساعته چیز میکنم، اگه کسی میخواد میتونه تایم فریم 15 دقیقه همون مدلی که گفتم، یعنی تریگر ورود بگیره، این کف شکسته شه، این خطر روند این کف شکسته شه، با یک کندل خوب پول بکش بگیره. دیدین که این در حقیقت این سطح کار خیلی خوب داره جواب میده، یعنی استراتژی تایید شده یه نباسه نباسه خیلی از معامله گرا، یعنی که نشونه در حقیقت ریزش هستش. و
و ولی شما هر وقتی که یک چیز خیلی مهم، هر چقدر هم مطمئن باشین که 100% میریزه، شما باید مدیریت سرمایه‌تون رو انجام بدید، چون 99.9% قرار باشه بریزه، 1000% قرار باشه نریزه، و اگر قرار باشه واسه همون 1000% استاپتون بخوره، باید جوری باشه که اصل سرمایه‌تون که چیزایی اصل سرمایه تریدتون در حقیقت ضربه بزرگی نزنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه جا برای چند تا استاپ، حداقل 10 تا 20 تا استاپ پشت سر هم داشته باشیم، چون که روند دست ما نیست. ما 100% هم درست تحلیل کنیم، ممکنه یه بار اشتباه تحلیل کرده باشیم، یه بار اون چیزی که ما می‌خوایم نرفته نشه. پس خیلی حواستون پوزیشناتون باشه، پوزیشن‌ها رو بگیریم. اگه دوست دارین لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین، به دوستاتون معرفی کنین و آپدیت‌های ما و تحلیل‌های ما رو پیگیری کنین. قطعاً با هم کنار هم سودای خوبی می‌کنیم.